سلام، در واحه چهارم رادیوم باز هم با ما باشید و گوش دهید به بخش کوتاهی از روزها در راه اثر شاهرخ مسکو، شعر آذر از سارا محمدی اردهالی، داستان پری ماهی از شیوا مغانلو، شعر جولیت از شاعر لهستانی هالینا پوشویاتوسکا، بخشی از رمان همسایه های احمد محمود و در آخر بخشی از خانه خیابان مانگو نوشته ساندرا سیزنروس. So here we go with my face and my hands where they should be. Airplane take us all away to New York City. Music critic, record pressed, Carolina, Southern Carolina. Listen to me sing, New York City. If your heart هواپیما هستم. دیر وقت شب است. روزهای آخر دیگر دلم نمیخواست در پاریس بمانم. غزاله از پاریس زیباتر است. Et on y va, c'est quoi?
آذر زنی بود که در تمام کافه ها دونات تمشک سفارش می داد. نمی دانست پاییز یعنی چه، عشق بی فرجام یعنی چه. زنی که مدام عاشق می شد و همیشه خیال می کرد بار اول از دونات تمشک سفارش داده است. نادیده رو خط ترسم که بمیر، ترسم که بمیرم، نشود مشکل من. تو نازنین یار منی، تو یار و غم خوار منی. من که میمیرم خدا، من که میسوزم، چرا من که میمیرم خدا، من که میسوزم، چرا دور از منی؟ مهمانداری و گشاده روی زینب حتما چیزی کم از تمام زنان خانه‌دار ایرانی ندارد. میشود از مش دست خالکوبی شده اش گفت که با مهارت هرچه تمامتر برش های ماهی را وسط تابه کج و معوج پر روغن رها می کند، شمد نو را وسط اتاق عقبی خانه پهن می کند و نورا را مخیر می کند تا هر برنامه‌ای که عشقش می کشد از شبکه های عربی تماشا کند. چون اینجا 2 متر سیم و 1 آنتن لرزان کفایت می کند تا سیمای داخلی به نفع رقبای آنوری فراموش شود. می شود هم از جزئیات رویارویی زنها گذشت، از کلیاتش هم. و زمان را خرد و خلاصه کرد. آنچه برای ما و شما و اهالی خوراب اهمیت دارد این است که به بهانه این مهمانداری و گشاده رویی نورا توی خانه زینب و توی ده ماندنی شد. نه فقط ماندنی که یار یک دل و جدا نشدنی. نه فقط رفیق شفیق زینب که کعبه آمال تمام زنهای ده که 2 روزه خبردار شدند نورا آرایشگری قابل است. قبل از اینها خط انداختن به ابرو و مالیدن سرخاب تند روی گونه های لاغر و سیاه نسل اندر نسل وظیفه زنهای خانواده زبیده بود. خالکوبی و حنامالی دست و مچ ساخها هم از وظایف بد و تولد هر زن روستا. اما زمانه عوض شده. خوراب هم رو به پیشرفت و آبادانی دارد.
آرایش های لبنانی و خالکوبی های جدید و سایه چشم های سفید براق را همه در فیلم های عربی دیده و از حفظند. پس کسی نورا میبایست یادشان میداد که چطور با اکلیل های ارزان قیمت توی قوطی که گاه سوغات میگرفتند سر تا پایشان را پولک باران کنند. این بود که زنها ولو شدن زیر پنجه های کشیده و نرم نورا و معامله پایا پای با نبات یا اسکناس های چروک خرجی خانهشان را به غیبت و تهمت پشت سرش ترجیح دادند. نورا ماندنی شد. قاسم هنوز از سفر آخرش به منزل برنگشته. دو زن راحت کنار هم هروکر می کنند و نخود می خورند و قلیان می کشند. اما بعد از شام، دیر وقت‌های شب، از پشت لرزش حصیر پنجره صورتی به نورا نزدیک می شود. صورتی بیدهان و بیدماغ. همش چشمهایی درشت. بدنی کرخت و بیدست که گریبانش را رها نمی کند. این صورت هر شب می آید. گاهی می شود هزار صورت. و هر شب نورا خیس عرق و خسته از ناله کابوس‌های شبانه‌اش از خواب می پرد. تا قاسم نیست، زینب می تواند با آرامش آبقند به دست بالای سر همدمش برود و سر هنائیش را توی سینه بگیرد و شانه هایش را بمالد و آنقدر شروه بخواند که آرامش کند. پچپچه های تمام نشدنی زنان همسایه دوباره توی هوا می چرخند و می گویند از زیبایی غریب و غریبه نوراست، از فوت و فن کارش یا از سکوت‌های مرموزش که انگار زینب موم دست او شده. از میان گفتگوهای نیمشبی این دو، زینب تنها همینقدر از زبان نورا حرف می‌کشد که مردی که نورا دل به او داشته از پیشش رفته. این روایت با گفته عمو سالک در مورد شوهر مرده نورا منافاتی ندارد، چون مردن هم یک جور ترک کردن است. نورا می‌گوید دیگر دل به کسی نبسته، با کسی زیر یک سقف نرفته. دل بستن که هیچ، در حد گرمای یک دست ساده هم به مردی رغبت ندارد. هنوز شبها خواب او را می‌بیند و توی خواب زندگی کاملی با او دارد و همین خوابها راضیش می‌کند. بعد اینها زینب می‌گوید که شوهرش 3 سال است از کنارش رد نشده و زنهای آنور آب که می‌گویند روس و چینی‌اند به مزاقش خیلی خوشتر نشستند. شاید به خاطر پچپچه‌های سرگردان حواس که عاقبت زینب به نورا پیشنهاد می‌دهد از او خواهش می‌کند تا در زمان برگشتن قاسم صیغه شوهرش بشود. زینب هیچ وقت فیلم‌های روشنفکرانه اروپایی ندیده و از روابط عاطفی سطح بالای مثلثی یا بیضوی و هرمیشان چیزی نمی‌داند. به معادلات تنوع طلبانه بچه پولدارهای بی‌باک و باحال پایتخت نشین هم دخلی ندارد. پیشنهاد او طلبی از سر ناچاری است برای رد کردن حدیث‌ها و پابند کردن شوهرش به انسانی جوانتر که هرچه نباشد اما خودیست. زن همین آب و خاک و شرف دارد که شوهرش پابند شرعی اتاق یک آشنای همزبان باشد تا 1001 بیناموسی با زنهای زرد و سیاه اجنبی. روایت همین که زینب دلش را از دریای کنار گوشش ارث برده و مهربان‌تر از آن است که مویه های شبانه نورا را هنگام مواجهه توهم‌آمیزش با معشوق در رفته تحمل کند. به باورش یک زوجیت بی احساس نورا را برای همیشه از دردهای ناگفته‌اش راحت می کند. روایت آخر هم میگوید بالاخره که قاسم به خانه برمیگردد، بالاخره که مرد است و چشمهایش هم سالم و بالاخره که این اتفاق خودش میافتد. پس سنگین تر است که زینب شخصا پیش قدم شود. اینجای داستان به بازگویی نیاز دارد یا میشود با یک سنخته از رویش پرید. شاید ما بگوییم و شما باور کنید که قاسم بعد از این وصال مردی مردتر میشود
دست کم در تعداد روزهای خانه نشینیش و مهربانتر و دهنده تر و خوشروتر و بخشنده تر و تن زینب کم کم طعمهای آشنای قبلی، طعم فلزی ضربات کمربند شبهای سگ خلقی قاسم را و طعم خنک زیتونی موهای نورا را فراموش می کند. طعم جدید چیزی بین حسودی و آرامش است. ما بین تعلق و تنفر، معلق میان بردن و باختن. مقام زن تنهای شبها عوض شده، اما سکوت نورا هنوز هم گوش خراش است و گودی زیر چشمانش عمیق. رازی بین خودشان نمانده جز خواسته های کوچک که زن بزرگ به واسطه زن دیگر از شوهرش می خواهد. خبر خوش عاقبتی زینب کنار مردی که بعد از سالها سر به راهش شده زود توی هوای ده می پیچد. عده نورا بر قاسم تمام شده و حالا چه فرقی می کند که آن پیشنهاد غریب را اول خود زنهای ده می دهند یا مردهایشان زمین چینی می کنند که به هر حال نورا تن در می دهد تا دیگر زنهای پیشانی سیاه ده را هم در همان محبتی شریک کند که به زینب داشته. زنهایی که تجربه مشابهی دارند از شوهرهای گریزپا حالا خواهان لطف پریماهی جدید الورود روستا هستند تا جور آن سوی آبیها را بکشد و مردها را همین سو نگه دارد. این طور است که دوره ها و عده ها و مردها و ماهی ها می آیند و می روند و کار نورا مدام سنگین تر می شود و سکوتش هم. زینب و دست های زینب اما دیگر مثل گذشته با او مهربان نیست و انگار تازه دارد رقیب را به جای رفیق می نشاند و نورا حالا در تنهایی و در حیات کوچکی که زنهای گروهی برایش دست و پا کرده اند سلطنت می کند. شده واسطه بیان خواهش های زنها از شوهرهایی که به لطف نورا از همیشه گوش به فرمان ترند. زنها بی بهانه چیدن مو و ابرو می آیند پیشش که تو رو خدا به روح ممات به آقا جلال بگو کمتری بچه رو کتک بزنه. سیاه تن بچم از مشتلقت. نورا جان، داغت نبینم مادر. به حاج ایوب حالی کن، جهیزیه دخترمون ناکامله، دست به جیب بشه، بلکه چهار تیکه پاره بلو رو چینی جور از بندر برامون بیاره. خانومی کن نورا و این آخدای ما رو تو گوشش بخون، هرچی قاچاق میکنه، دست از قاچاق ای هوای زهرماری بکشه. مونه طاقت جنازش رو دارو مگه مامورای گلوله حرومش کنن، نه طاقت شال و کلا کردن و ملاقاتی رفتن تا حبسیش. نورا جانم، از روزگار خودت بگو. و این سوال آخر از دهان کسی بیرون نمی آید. خانه که خلوت می شود، نورا می ماند و سوراخ روی رو تختی عناب رنگش که یادگار تصادفی تحصیگار یکی از این زنهاست که با حسرت و حسادت رویش دست کشیده. او می ماند و یک قابلمه آش شور که دست یکی از زنها اتفاقی ظرف نمک را تویش برگردانده. او می ماند و این سوختنها و شوریها.
من جولیت هستم. 23 سال دارم. یک بار مزه عشق را چشیدم. تلخ بود مثل قهوه سیاه. تپش قلبم را تند، تنم را بیقرار، حواسم را بیدار کرد و رفت. من جولیت هستم. معلق از بهار خواب بلند، فریاد میزنم برگرد، زجه میزنم برگرد، لب میگزم چنان که لبانم را به خون مینشانم و او باز نمی آید. من جولیت هستم. 1000 سال دارم و هنوز زنده ام. باز فریاد بلور خانم تو حیات دنگال می پیچد. امان آقا کمربند پهن چرمی را کشیده است به جانش. هنوز آفتاب سر نزده است. با شتاب از توی رخت خواب می پرم و از اتاق می زنم بیرون. مادرم تازه کتری را گذاشته است روی چراغ. تاریک روشن است. هوا سرد است. ناله بلور خانم حیات را پر کرده است. نفرین و ناله می کند. مرده ها و زنده های امان آقا را زیر و رو می کند. بعد یک هو در اتاق به شدت باز می شود و بلور خانوم پرت می شود بیرون. چند تا از همسایه ها جلوی اتاقشان ایستادند و دست ها را روی سینه ها گره کردند. تمام تن بلور خانوم پیداست. یقین باز تنوکه نپوشیده است. یک بار که توی کبوترخانه بودم و نمی دانست که توی کبوترخانه هستم به زنها گفت کش تنوکه به کمر آدم جا میندازه و تازه اینطور بهتره، آدم همیشه حاضر به یراقه. امان آقا از اتاق هجوم می آورد بیرون و بلور خانم را می کوبد. من حوض وسط حیات را که خزه بسته است دور می زنم و می روم کنار کبوترخانه می ایستم و بلور خانم را نگاه می کنم که نفرین می کند و زیر تسمه پیچ و تاب می خورد. تسمه روی رانهای بلور خانم جا انداخته است. چند روز قبل که توی پله‌های پشت بام نشسته بودم و بادبادکم را درست می‌کردم، بلور خانم آمد و یک پله بالاتر از من نشست و دامنش را جمع کرد و بالا کشید. روی رانهای چاق بلور خانم جای کبود تسمه بود. بهش گفتم بلور خانم چرا امان آقا این همه تو رو کتک می‌زنه؟ خندید و گفت واسه اینکه خیلی نامرده. ازش پرسیدم یعنی چی که خیلی نامرده؟ گفت تو هنوز این چیزا سرت نمیشه. بعد باز دامنش را بالاتر کشید و من بادبادکم را رها کردم و به رانهایش نگاه کردم که چاق بود و به هم چسبیده بود و جا به جا به پهنای کمربند امان آقا روی رانهایش خط کبود نشسته بود. بلور خانم گفت به چی نگاه میکنی؟ گفتم به جای تسمه که قشقش خندید. ازش پرسیدم درد میکنه؟ گفت حالا نه. گفتم حتی یه ریزه؟ گفت دست بذار ببین. قلبم میزد. بیخ گلویم خوش شده بود. دستم می لرزید. انگار که رعشه گرفته بودم. دستم را که کشیدم روی جای تسمه یک هتنم داغ شد. دستم را پس کشیدم. بلور خانم گفت نه ترس درد نمی کنه. و دامنش را کشید بالاتر و باز گفت اینجا را نگاه کن، امان آقا اصلا ره نداره. باز دست کشیدم. دستش را گذاشت روی دستم و فشار داد. زانوهایم می لرزید. آب دهانم غلیظ شد. دستم را کشید بالاتر. پوستش چه صاف بود، عین هم سنگ مرمر، سفت و صاف. رانهایش به هم چسبیده بود، انگار تنوکه پاش نبود. گفت دیدی اصلا درد نمی کنه. بعد گفت رو شکمم هم جای تسمه هست. گفتم میشه دید؟ لبخند زد و گفت دفعه دیگه، حالا نمیشه. Thank you.
اسم من به انگلیسی معنی امید میده. به اسپانیایی معنی های زیادی داره. معنی اندوه میده. معنی انتظارم میده. شکلش شبیه عدد 9 و رنگش یه رنگ گلالودیه. به صفحه های موسیقی مکزیکی میمونه که پدرم صبحای یک شنبه وقتی صورتش اصلاح میکنه میذاره. ترانه ها مثل هق هق گریه میمونه. اسم مادر مادر بزرگم بود و حالا اسم منه. اونم اسب بود. یعنی مثل من تو سال اسب به دنیا آمده بود. که طبق تقویم و طالبینی چینی اگه طرف زن باشه بدبخ شده. اما من فکر میکنم اینم از دروغای چینی ها باشه. چون اونا مثل مکزیکی ها دوست ندارن زناشون قوی باشن. مادر مادر بزرگم. دلم میخواست میدیدمش. یه اسب وحشی و سرکش که تن به ازدواج نمیداد. اون وقت پدر بزرگم یه گونی انداخ رو سرش و اونو برد. به همین راحتی. انگار این زن یه چلچراغ کوچیک بود و اون مرد کارشو اینطوری تموم کرد. مادر مادر بزرگمم هیچ وقت ازش نگذشت. تمام مدت عمرش به پنجره آویزون بود. مثل خیلی از زنایی که غم و غصه شون رو دم پنجره مینشونه. نمیدونم از اون چه به دست آورده بود هیچ استفاده کرد یا نه، یا همش متاسف بود از اینکه اون چه دلش میخواست به دست نیاورده بود. اسپرانزا اسمش به من رسیده، اما دلم نمیخواد جاشو دم پنجره بگیرم. تو مدرسه میگن اسم من خنده داره،
انگار هجاهاش از حلبه و کام آدم رو زخمی میکنه. اما به اسپانیایی اسم من نرم آهنگ تره، مثل نقره است و به زمختی اسم خواهرم نیست. مگدالنا از اسم من زشتره، اما حداقل وقتی به خونه میرسه میشه ننی. اما من همیشه اسپرانزا میمونم. دلم میخواد با اسم تازه‌ای تعمید داده بشم، اسمی که به خود واقعیم شبیه باشه، همونی که هیچ کس نمیبینه. اسپرانزا مثل لیساندرا یا ماریتزا یا سیسی گمنام. ناره، یه چیزی مثل سیسی گمنام خیلی خوب میشه. Thank you.